بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و السلام و على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین در ادامه مباحثمون در مورد خانواده اسلامی در مورد آموزش و پرورش و تربیت کودکان بحث دیگری و عنوان می در مورد آموزش و یاددهی علوم روز و علوم بشری مورد نیاز جامعه غیر از این که ما باید فرزندانمون رو آماده بکنیم از لحاظ دینی و آموزش های دینی به اونها بدیم که در زمینه های مختلفی بود در برنامه های قبل عرض کردیم در زمینه اخلاق در زمینه احکام در زمینه عقاید غیر از این مسائل باید خانواده در مورد علوم مورد نیاز جامعه هم فرزندان خودش را تشویق بکنه و آمادگی های لازم را ایجاد بکنه تا این فرزندان نسبت به دانش آموزی و نسبت به اینکه بتونن نیازهای علمی جامعه را در آینده برآورده بکنن اینها هم تو این راه قدم بردارن نگاه بکنید که جامعه ما شاید الان از لحاظ علمی عقبتر باشه از جوامع غربی و متاسفانه روزی این مسئله در قبل به عکس بوده جامعه مسلمان جامعه دینی در همه زمینه های علوم جلوتر بوده از جاهای دیگه ولی متاسفانه الان این مسئله به عکس شده و جوامع دیگه در زمینه های مختلف علوم مورد نیاز از ما پیشرفت های بیشتری شاید در زمینه های مختلف داشتن باید ریشه این مسئله را در خانواده ها درست کرد باید در کودکی ارزش علم به فرزندان یاد داده بشه تا اینها در آینده بیشتر به دنبال تحصیل علم باشن ما متاسفانه بعضی از خانواده ها مشاهده میشه که در بین اونها بیشتر به بچه آموزش داده میشه یعنی تو روحیه یه بچه اینجور القا میشه که آینده بیشتر به دنبال کسب درآمد و به قول معروف به دنبال پول باشه پول را بیشتر مد نظر قرار میدن مال را بیشتر مد نظر قرار میدن در حالتی که یکی از اسباب ترقی جامعه و همین که حتی پول و ثروت هم درش بیشتر باشه همون علمه منتها علم را ما براش ارزش چندانی متاسفانه شاید به نسبت ثروت قائل نباشیم و بیشتر فرزندانمون را تشویق بکنیم ناخواسته گاهی وقت ها تشفیق ها به صورت غیر مستقیمه بله شاید پدر و مادری نباشن که به فرزندشون بگن علم یاد نگیر بردن دنبال ثروت به صورت مستقیم ولی ناخواسته تربیت ما طوری باشه که در ذهن کودک این به وجود بیاد که علم فایده چندانی هم نداره حالا برف از منم فهمیدم که مثلا فلان معادله یه ریاضی چه جوری حل میشه این به چه درد من میخوره بهتر من برم دنبال درآمد و ثروت اینطور نباید باشه از اول باید یه روحیه در کودک ایجاد بشه که علم را بر همه مسائل مقدم بکنه و حتی علوم مورد نیاز جامعه که شاید بعضی فکر بکنن چون ما بحث های دینی میکنیم یا قرآن یا روایات فقط مد به نظرش هست که احکام رو بره یاد بگیره و اخلاقیات و مثلا عقائد نه اسلام در مورد همه علوم حساسیت زیادی داره و تشویق میکنه خداوند تبارک و تعالی آیات زیادی داره که در اونها امر میکنه به ما که برید دقت بکنید برید دنبال یادگیری علوم در خلقت آسمان ها و زمین دقت بکنید و چیز یاد بگیرید همه ای اینها آیاتی است از جانب خدا خب دقت در آسمان و زمین یعنی چی یعنی همین علوم مختلف دقت در ستاره ها میشه علم فضا شناسی دقت در زمین انواع و اقسام رشته ها در زیست شناسی زمین شناسی انواع و اقسام علوم با همین دقت در خلقت خداست ان فی خلق السماوات و وَاخْتِلَافِ و اختلاف وَالْفُلْكِ و نهار و الفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها و بث من کل دابت و تصریف الریاح و المسخر بین السماء و لقوم یعقلون خداوند تبارک و تعالی در آیه ای که قرائت کردم که ادامه ای هم داره میفرماید در خلقت آسمان و زمین و اختلاف شب و روز این که میبینید شب میاد بعد از شب دوباره روز میشه بعد از روز دوباره شب میشه و این کره زمین این حالت شب و روز رو دائما به خودش میبینه و این که میبینیم کشتی روی آب حرکت میکنه و میبینیم که مثلا غرق نمیشه حالتی داره که روی آب میایسته آب از آسمان به صورت باران میاد و زمین و آباد میکنه گیاه در میاد بعد میبینیم که چارپایان روی زمین اینها حرکت میکنن منافع انسان را تأمین میکنن خداوند موجودات مختلفی داره بادها میوزد ابرها اینها به وجود میان و تشکیل داده میشه همه اینها لآیات لقوم یعقلون اینها آیاتی است برای قومی که تعقل بکنن یعنی چه یعنی ما باید در این نشانه های الهی تعقل بکنیم و دانش های مربوط به اینها را هم یاد بگیریم خب اینها البته مثال هایی هست که در آن زمان که قرآن نازل شده بیشتر مورد توجه بوده همین ها در زمان ما هم هست البته به صورت خیلی دقیق تر و به صورت خیلی عمیق تر مثلا زیست شناسی که در امروز هست ممکنه در گذشته نبوده خب اینها همه جزء آیات الهیه دعوت کرده از ما قرآن که در این آیات تعقل بکنیم یعنی نهایت دقت و نهایت تلاشمون رو بکنیم که با دقت در اینها آیات الهی و مشاهده بکنیم و باعث پیشرفت رفت علوم مختلف بشیم همه این نشانه ها و وقتی که قرآن دعوت میکنه بهش که درش تعمق بکنید و درش تعقل بکنید این یعنی همین علوم مختلف روز علوم از کجا سرچشمه میگیره منشأش همین خلقت آسمان ها و زمین و چیزهایی است که در آسمان و زمینه با دقت در اشیاء با دقت در انواع و اقسام عناصری که خداوند تبارک و تعالی در روی زمین قرار داده همه اینها باعث ایجاد علوم مختلف شده که خداوند تبارک و تعالی در آیات مختلف ما را دعوت کرده که در اونها دقت بکنیم مسئله مهمی که هست اینه که علوم الان به خصوص بسیار مختلف و متشدد شده انواع و اقسام رشته ها در دانشگاه ها هست تدریس میشه و جوان ها میتونن دنبال این رشته های مختلف برن مسئله ای که هست این است که چه هدفی و ما باید دنبال بکنیم در یادگیری علوم بشری روز غیر از حالا احکام و اخلاق و اینها که وظیفه هم است آیا نسبت به علوم روز چه هدفی را باید دنبال بکنیم دو تا مسئله هست یکی این که در همه آیات و روایاتی که تشویق شده به مسئله دقت و تفکر در آسمان ها و زمین که منظور همین یادگیری علوم بشری روزه در همه اونها این نکته هست که نباید این علوم و این دانش ها به طوری باشه که ما را از خداوند تبارک و تعالی دور بکنه باید با دقت در اینها خداشناسی ما قوی تر بشی هدف قایی از تمام این علوم باید این باشه که ما به خدا نزدیک تر بشیم یعنی عنصر اول بحثم در مورد خانواده اسلامی این مسئله را گفتم الهان هم تکرار می اونی که در همه مسائل برای اسلام مهمه در هر زمینه ای مسئله خدا است یعنی تو ازدواج میخواد ما این خدا محوری برایمون فراموش نشه در غذا خوردن فراموش نشه در تحصیلات عالیه در علوم مختلف هم نباید این نکته فراموش بشه که ما به عنوان مسلمان و مؤمن هدف اصلیمون خداست در علوم مختلف هم که میخوایم یاد بگیریم باید این هدف فراموش نشه علم هم اگر یاد میگیریم اگر به دنبال زمین شناسی میرویم اگر به دنبال پزشکی میریم اگر به دنبال بحث ریاضیات میریم اگر به دنبال علوم مختلف میریم باید این مسئله و مد نظر داشته باشیم که این علوم طوری باشه که ما را به خدا نزدیکتر بکنه این یه نکته و نکته بعد هم اینکه که این علوم باید باعث بشه که ما هرچه بیشتر بتونیم خدمت بکنیم به خلق خدا یعنی این علوم باید یادگیریش در راستای خدمت به خلق باشه روایت است که روزی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله داخل در مسجد شدند و دیدند که مردم به دور شخصی حلقه زدن و به صحبتهای او گوش فرا میدهند پیغمبر سوال کردند که این شخص کیست؟ اصحاب جواب دادند که این شخص فردی است علامه علامه یعنی دارای علم زیاد پیغمبر باز سوال کردند از اصحاب که چگونه علامه است او چه علمی را بلده گفتند او انصاب عرب را بلده و قصه های زمان های گذشته جنگ های اعراب اینکه چه کسی در جنگ پیروز شد چه مسئله ای رخ داد این قصص و حکایات را بلده و برای مردم نقل میکنه پیغمبر اکرم مطلب بسیار جالبی و فرمودن فرمودند این مسئله است که دانستن یا ندانستنش هیچ سود و زیانی به حال افراد نداره بله یه وقتی که حکایتی تاریخی نقل میشه و هدف از حکایت تاریخی این است که ما یه عبرتی بیاموزیم و یک مسئله ای برای ما روشن بشه یه وقتی که نه صرف فقط داستانی است که حالا مثلا فلانی در فلان جنگ این گونه طرف و طرف و حریف مقابلش و کشت یا در اون جنگ فلان اتفاق افتاد که دانستن یا ندانستنش ضرر و یا سودی به حال ما نداره پیغمبر فرمودن این را بهش علم نمیگن پیغمبر اکرم فرمودن انما علمه، ثلاثه علم سه جوره یا آیتون محکمه او فریضتون عادله او سنتون قائمه علم به سه دسته تقسیم میشه یا آیهی محکم از آیات الهی و ما در موردش مطلب بدانیم و یاد بگیریم که آیه هم شامل آیات قرآن کریم میشه هم شاید شامل همه آیات روی زمین باشه که با تفکر در اونها همون گونه که در قسمت های قبل عرض کردم با دقت در اونها خداشناسی ما قوی میشه یا فایده ای به نفع مردم داره او فریضتون عادله او سنتون قائمه یا فریزه و حکم خدایی که درست اون را یاد بگیریم مثل مثلا نماز خوندن روزه گرفتن احکام اینها را بلد باشیم که به دردمون میخوره و باعث این میشه که بتونیم تکالیف الهی را درست انجام بدیم یا سنتی از سنت های پیغمبر را یاد بگیریم در زمینه اخلاقیات در زمینه های مختلف و بتونیم به اونها عمل بکنیم و ما خلاه و نفه و فضل چیزی که غیر از اینها باشه این یه فضلیست اما علم بهش گفته نمیشه در اصطلاح دین و در اصطلاح اسلامی و روایات و آیات دین میفرماید خداوند تبارک و تعالی میفرماید علم اون چیزی است که به حال مردم سود داشته باشه که اگر ندونیم ضرر به ما میخوره اونها رو بهش میگن علم اما حالا من دنبال یه سری مطالبی برم که دانستن و ندانستنش سود و زیانی به حال ما نداره این علم نیست بله دانستنش فضلی حساب میشه ولی بهتر است که انسان عمر گرانبها را چون هر کدام از ما یه بار در این دنیا میاد یه فرصت محدودی را داره و در این فرصت محدود نمیتونه تمام مسائل دنیا را یاد بگیره از درصد اگر بخوایم حساب بکنیم یک هزارم یک درصد هم علمی که ما میتونیم از علوم مختلفی که موجوده میتونیم یاد بگیریم خیلی کمتره خیلی فرصت بشر محدوده توانایی فراگیریش به نسبت علوم موجود خیلی کمه باید انسان حساب بکنه بره دنبال اون چیزی که اولویت بیشتری داره بله مثلا یادگیری فلان مسئله بد نیست اما الان نیاز امروز جامعه ما نیست یا به اندازه کافی درش افراد هستن مثلا ما نمیتونیم تمام فرزندانمون رو تشویق بکنیم اینا پزشک بشن خب مگر یه جامعه چقدر به پزشکی احتیاج داره پزشکی هم علم خوبیه حتی در روایات هم نسبت به اون سفارش شده العلم و علمان علم الادیان و علم العبدان علم دوگونه است یا علم دین یا علمی که مربوطه به صحت مزاج و مربوطه به بدن انسانه که همون علم پزشکیه بهش سفارش هم شده اما حالا خوبه که ما تمام فرزندانمون رو تشویق بکنیم به پزشکی خب همین میشه که الان مثلا هزاران پزشک بیکار در جامعه وجود داره و شغلی برای اونها نیست چون به اندازه شاید حالا به عنوان مثال دارم عرض میکنم این نیست که حالا حتما اینطور باشه به عنوان مثال شاید هزار تا پزشک الان وجود داشته باشن که اینا شغلی براشون نیست چرا چون به اندازه کفایت پزشک موجوده فرض بفرمایید که اینجور باشه یا همه به من مهندس بشن خب مگر یه جامعه چقدر مهندس نیاز داره پس باید پدرها و مادرها و خانواده اینها اولویت ها را حساب بکنن ببینن نیازهای جامعه چیست فرزندانشون و جوانانشون به خصوص حالا تا سن کودکی که خیلی حساب نیست بعد که اینها به مرحله نوجوانی و جوانی میرسن اینها را بیشتر تشویق بکنن در زمینه اندوختن علم و رفتن به دنبال علم در مرحله اول و در مرحله دوم اینکه که اولویت ها را بسنجن و ببینن چه نیازهایی جامعه داره و تشویق بکنن فرزندانشون را که این خلعه های موجود علمی در جامعه را اینها بتونن پر بکنن امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی توفیق تحصیل علم را به همه جوانهای ما عنایت بکنه و ما را در یاری رسوندن به اونها در زمینه تحصیلات بتونه موفق بکنه تا برنامه بعد شما را به خدای بزرگ می سپارم